اینجا قلب تهران، نماد ایران. در سال 1345 خورشیدی طرح یک نماد شناسایی ایران میان معماران ایرانی به مسابقه گذاشته شد و در پایان طرح مهندس معمار حسین امانت 24 ساله که دانش آموخته دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران بود برنده و برای برپایی آن برگزیده شد. عملیات ساخت برج در 11 آبان 1348 آغاز شد و پس از 28 ماه کار و تلاش در 24 مهر ماه 1350 به بهره برداری رسید. معماری برج تلفیقی از معماری دوران هخامنشی، ساسانی و دوره اسلامی است. در این بنا خطوط موازی و کشیده پایه ها یادآور سبک معماری هخامنشی، قوسی اصلی میان برج نمادی از طاق کسرا که مربوط به دوره ساسانی است و قوس بالایی آن که یک قوس شکسته است از دوران بعد از اسلام و نفوذ اسلام در ایران الهام گرفته است. به گفته حسین امانت، نقوشی که در میدان هست و باغچه‌ها و گل‌ها را شکل می‌دهد از طرح داخلی گنبد مسجد شیخ لطف الله اصفهان الهام گرفته شده. منتها هندسه دایره گنبد تبدیل به بیضی شده است. پنجره‌های بالای برج برگرفته از پنجره‌های برج طغرل در شهر ری است. طرح آبنما و فواره‌ها هم ملهم از آبنمای باغ پاسارگاد است. رسمی سازی هایی که بین این دو قوس را پر می کنند بسیار ایرانی است و آن را از گنبد مساجد ایران الهام گرفتم. در واقع تکنیک گنبد سازی در ایران بسیار جالب است و شما در هر مسجدی چیز تازه‌ای می بینید. در این گنبد ها که نشانه نبوغ ایرانی است، معماران قدیم از قاعده مربع بنا وارد دایره گنبد شدند و این کار را با کمک رسمی بندی ها و مقرنسکاری های بسیار زیبا انجام دادند. در این برج هم چنین کاری انجام شده است. هندسه بنا یک هندسه مربع مستطیل است که از روی 4 پایه خود میچرخد، 16 ضلی میشود و در آخر به صورت یک گنبد شکل میگیرد. این گنبد تنها از داخل برج قابل مشاهده است. این بنا سنگهایی دارد که در قسمت پایین برج 3.2 متر طول و 1.6 متر ارتفاع دارند و کار دست سنگ تراشان است. جنس سنگ ها مرمریت سفید یا همان سنگ مرمر است که از معدن جوشغان استخراج شده. فضای درونی برج، نقش‌های داخل برج تلفیقی از سنت و مدرنیسم است، به خصوص سقف طبقه دوم. در ورودی برج هر یک از لنگه‌های سنگی درها حدود 5.3 تن
وزن دارد. جنس این سنگ ها از گرانیت است. برج دو آسانسور دارد که از دیوارهای برج بالا می روند. هیچ یک از سقف‌ها بسته نیستند و همه آنها به فضای بالاتر راه می‌یابند.